سلام به همه شما همراهان خوب هویج، خوشحالیم که یک بار دیگه با یک ویدیو جذاب و دیدنی دیگه از هویج در خدمت شما عزیزان هستیم. درمان اختلالات جنسی با سکس تراپی. سکس تراپی نوعی روان درمانی است که مسائل مربوط به سلامت روان و یا نگرانی‌های عاطفی در مورد عملکرد و تمایلات جنسی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این مسائل به طور معمول با کمک یک متخصص و سکس تراپیست بررسی می‌شوند. با هم به زمین این ویدیو رو می‌بینیم، اما قبلش یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. سکس تراپی چیست؟ سکس تراپی درمانی است برای بهبود عملکرد جنسی و درمان اختلالات جنسی، شامل انزال زودرس یا تأخیر در انزال و اختلالات نوز، عدم علاقه جنسی یا تحریک دردناک. سکس تراپی برای درمان انحرافات جنسی و میل بالای جنسی و عدم اعتماد به نفس جنسی، دوره نقاهت بعد از تجاوز جنسی و کاهش میل جنسی در پیری و بیماری یا ناتوانی نیز استفاده می شود. سکس تراپی شاخه ای از خدمات روانشناختی است که به افراد و زوجها کمک می کند عواملی را که بر رابطه و رضایت جنسی آنها تأثیر گذاشته شناسایی و درمان کنند. هدف سکس تراپی کمک به مراجعین در راستای رفع چالش های جسمی و عاطفی ناشی از مشکلات جنسی و داشتن روابط رضایت بخش زناشویی و جنسی است. اختلالات جنسی. اختلال جنسی به اختلال در توانایی پاسخگویی جنسی یا اختلال در تجربه کردن لذت جنسی اطلاق می شود که ممکن است در هر مرحله از چرخه جنسی فرد تجربه شود. اختلالات جنسی ممکن است دائمی باشد، یعنی از اولین تجربیات جنسی فرد اتفاق افتاده باشد، یا اینکه موقعیتی باشد، یعنی فقط در انواع خاصی از موقعیت ها یا در شرایط به خصوصی روی دهد. جلسات سکس تراپی روی علائم فردی متمرکز هستند. علائمی که نشان دهنده نیاز شما به سکس تراپی است. 1. عدم تمایل به رابطه جنسی. تمایل نداشتن به رابطه جنسی می تواند به دلیل استرس، خستگی و کسالت و یا تغییرات ناگهانی در سبک زندگی شما باشد. با این حال اگر نوسانات خلق و خوی شما بیش از چند ماه طول بکشد، این می تواند مشکل ساز باشد. یک سکس تراپیست می تواند به شما کمک کند تا ارتباطاتتان را با همسرتان بهبود ببخشید، تا همسرتان بتواند بفهمد چه چیزی باعث ناتوانی جنسی شما شده است. 2. سکس دردناک. رابطه جنسی باید لذت بخش باشد. اگر در هنگام داشتن رابطه جنسی احساس درد ناخوشایند داشته باشید، احتمال دارد که شما یا همسرتان یک مشکل مربوط به سلامتی داشته باشید. سکس تراپیست می تواند به شما کمک کند تا از بهترین پوزیشن های جنسی برای کاهش درد استفاده کنید. 3. به اورگاسم نرسیدن. شاید شما اغلب اورگاسم شدید داشته باشید، اما ممکن است به طور ناگهانی متوجه شوید که به اورگاسم و اوج لذت جنسی نمی رسید. اگر این مشکل برای چند ماه ادامه داشته باشد، این امر می تواند به دلیل یک مسئله اساسی باشد که با مراجعه به سکس تراپی متخصص می تواند به حل آن کمکتان کند. 4. شما نمی دانید که از رابطه چه می خواهید. بسیاری از افراد از شناخت میل جنسیشان غفلت می کنند. مثلا ممکن است شما ندانید که چه چیزی واقعا برای شما مناسب است. سکس تراپیست در درک خواسته هایتان و پیدا کردن چیزهایی که احساس خوبی به شما و بدنتان می دهد کمکتان می کند. 5. از سکس و رابطه جنسی با همسرتان لذت بیشتری را انتظار دارید. خواه به خاطر اضطراب عمل کرد یا به خاطر صرفا خستگی و فرسودگی ساده باشد، بسیاری از مردم از روابط جنسی خود لذت نمیبرند. حتی اگر روابط جنسی شما در حال حاضر بسیار ایدئال و پسندیده باشد، همیشه فرصت بهبودی آن وجود دارد. اگر به رابطه جنسی با شریک زندگیتان اهمیت ندهید، عدم رضایت در رابطه زناشویی در زندگیتان تبدیل به یک فاجعه خواهد شد. سکس تراپی می تواند در درمان احساسی و عاطفی مشکلات جنسی و حفظ یک رابطه جنسی و رضایت بخش مفید باشد. نحوه درمان با سکس تراپی. در سکس تراپی مدرن از ادغام روش‌های روان درمانی و داروهایی مانند ویاگرا و پاروکسین استفاده می‌شود و درمانگران جنسی به کسانی که دچار مشکلات جنسی هستند کمک می‌کنند تا به یک زندگی جنسی فعال دست یابند. سکس تراپی نیازمند به ارزیابی دقیق است که شامل معاینه جسمی و روانی کامل است. دلیل آن این است که اختلال عملکرد جنسی ممکن است به دلیل جسمانی پایه یا یک استرس روانی باشد.
یک مثال روشن اختلال در نعوظ است که علت آن ممکن است مشکلات گردش خون یا استراب باشد. نکته حائز اهمیت در مورد اختلال‌های جنسی آن است که در زوج‌ها مشکل زن یا مرد یک مشکل دو جانبه بوده و در واقع مشکل مشترک زوج محسوب می‌شود. بنابراین اصل مهم و اثر بخش در درمان همکاری زوج و حذف فشار بر یکدیگر است که کمک می‌کند با استفاده از تمرین‌های مدون عملکرد رضایت بخش جنسی برای زوج حاصل شود. اگر روند درمان همراه با علاقه و صمیمیت میان زوج و بدون شماتت و سرزنش کردن یکدیگر طی شود، نتیجه درمان رضایت بخش خواهد بود. سکس تراپیست میبایست متخصص در امر بهداشت روانی بوده، دوره‌های کامل روان درمانی را طی کرده باشد و آموزش‌های لازم در امر مشاوره‌های جنسی را زیر نظر متخصصین سپری کرده باشد. مهارت کامل در امر مشاوره و روان درمانی و داشتن زمینه کامل در امر روانشناسی نکته‌ای بس حائز اهمیت در روند سکس تراپی به شمار می‌رود. از آنجایی که بسیاری از مشکلات جنسی ریشه در روابط اجتماعی و مشکلات شخصیتی افراد دارد، تنها یک روانشناس و یک روان درمانگر قادر به شناسایی و ارزیابی مشکلات فردی، اجتماعی و شخصیتی بیمار گشته و در حل آنها می‌تواند به وی کمک کند. از طرفی سکس تراپیست میبایست به فیزیولوژی بدن و آناتومی ارگان‌های جنسی و عملکرد آنها احاطه کامل داشته باشد و بتواند اختلالات روانی و بدنی را هم از هم متمایز کند و در رفع آنها به بیمار توصیه‌های لازم را به عمل آورد. لازم به ذکر است که آشنایی به زمینه‌های فرهنگی و اخلاقی و مذهبی هر جامعه از ضروریات بسیار پر اهمیت کار یک سکس تراپی می باشد، چرا که نقد و بررسی اختلالات جنسی بدون در نظر گرفتن زمینه‌های فرهنگی و عقیدتی آن جامعه کاری عبث و غیر کارآمد به نظر می رسد. شما می تونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو را لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.